4 سال بعد از امضای برجام، فشارهای آمریکا بر اقتصاد و به ویژه صادرات نفت ایران بی سابقه است. ایران از شرکای اروپایی برجام به شدت انتظار دارد وضعیت را بهبود ببخشند، به ویژه در مسئله صادرات نفت که اقتصاد ایران به آن وابسته است. نفتکش گریسوان، حامل نفت ایران، 10 روز است اینجا در سواحل جبل طارق به اجبار لنگر انداخته و توقیفش روابط ایران و بریتانیا را دچار تلاطم کرده. نگاه‌ها در تهران از 10 روز پیش به این دهکده ساحلی کوهستانی متعلق به بریتانیا دوخته شده. مناقشه بر سر این نفتکش تهران را مضطرب کرده که اروپا به دنبال تبعیت از رویکرد واشنگتن است. تلاشی برای جلوگیری از صادرات نفت ایران مطابق تحریم‌های آمریکا. با این همه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران بر حق صادرات نفت خود تاکید دارد. با جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کردم. در مکالمه من به روشنی گفتم که ما می‌خواهیم مسئله توقیف نفتکش حل شود. نگرانی ما مقصد کشتی است که معتقدیم سوریه بوده و برای ما مهم نیست که در کجا بارگیری شده. اگر ما ضمانت مناسب دریافت کنیم که نفتکش گریس به سوریه نخواهد رفت، پیگیر آزادی آن البته از راه‌های حقوقی در جبل الطارق خواهیم بود. ایران از همان ابتدای توقیف نفتکش تاکید کرده که مقصد آن سوریه نبوده. مسئله‌ای که پیگیریش در صورت رفع توقیف نفتکش دشوار نخواهد بود. تهران تضمین لازم برای آزادی کشتی را احتمالاً به زودی فراهم خواهد کرد. باید دید با فرونشستن امواج این تلاطم نفتکش ایران به مقصد خواهد رسید یا نه. شبنم شعبانی، بی بی سی.